کیا نمیتونن طراح سایت بشن. تو چند تا پست قبلتر تو پیج اینستاگرامم توضیح دادم که کیا میتونن طراح سایت بشن، ولی یه دسته هستن که اصلا نباید طراح سایت شن، نباید بیان سمت طراحی سایت. تو این ویدیو میخوام این دسته افراد رو معرفی کنم. اگه شما هم جزو اون دسته افراد هستین، یا باید تفکرتون رو تغییر بدین، یا اینکه کلا طراحی سایت رو ببوسین بذارین کنار. ببین کلا 4 دسته از افراد نمیتونن طراح سایت بشن. اگرم طراح سایت شن، بعد یه مدت میذارن کنار این کارو، اصلا توش به موفقیت نمیرسه. دسته اول کسایی هستن که نه تنها برای آموزش خودشون زمان نمیذارن، حتی برای دیدن نمونه کار طراحای حرفه‌ای هم زمان نمیذارن. ببین یه سری سایت هست مثلا دریبل، بیهانس، پینترست. تو این سایت ها میتونید نمونه کار طراحای حرفه‌ای دنیا رو ببینید. یعنی وقتی واردش میشی مثلا سرچ میکنی وب دیزاین، یه عالمه نمونه کار طراحی سایت بهت میده. میتونی از اینا ایده بگیری، خلاقیت خودت رو رشد بدی برای اینکه طراح سایت بهتری باشی. دسته دوم کیان؟ دسته دوم کسایی هستن که میرن اینا رو میبینن، ولی ازشون تا ابدالدهر نمونه برداری میکنن. یعنی نمونه برداری که چه عرض کنم، کپی برداری میکنن، دقیقا اون چیزی که تو پینترست میبینه رو تحویل میده به مشتریش به عنوان یه نمونه کار. شما به عنوان یه طراح سایت اگر نمونه کاری که خودت طراحی کردی نداری، اگر یه اثری که امضای خودت پاش باشه نداشته باشی، نمیشه گفت طراح سایتی، فقط یه کپی بردار بودی. پس حتما باید یاد بگیری ایده های خودت رو پیاده کنی، از بقیه ایده بگیری، تو ذهنت تحلیلشون کنی، یه سایت جدید پیاده کنی، نه یه کپی از سایت هایی که بقیه طراحی کردن. پس خیلی مهمه که خلاقیت خودت رو بتونی نشون بدی. اوکی، what else Marie? Website. We need a web developer. A cheap web developer. I could ask my cousin Kevin. Yeah, I'll do it. 10 G's. خب بریم سراغ پول که اصل ماجراست. سومین دسته کسایی هستن که با هزینه های بالا میخوان شروع بکنن. ببین همون ابتدای کار 4 تا نمونه کار نداره، میخواد بره مثلا سفارش طراحی سایت بگیره 20 میلیون تومان. خب معلومه مشتری وقتی میبینه شما نمونه کاری نداری، تازه کاری، حاضر نیست مثلا با 5 میلیون تومان هم به شما سفارش طراحی سایت بده. بعد شما میخوای مثلا 20 میلیون ازش بگیری، اصلا امکانش نیست. اگه میخوای طراحی سایت رو استارت بزنی، باید با یه هزینه های پایین شروع کنی. اما امان از دسته چهارم. اینا کسی هستن که 3-4 ساله دارن حرفه‌ای کار میکنن، هنوز که هنوز دارن با همون قیمت های پایین کار میکنن. ببین 4 سال طراح سایت، هنوز وقتی میخوای بهش سفارش طراحی سایت بدی، میگه من اینو مثلا با 1 میلیون برات انجام میدم. شما وقتی 4 سال زمان گذاشتی برای طراحی سایت، دیگه نیاز نیست با هزینه های پایین کار کنی. شما نمونه کار داری، شما حرفه‌ای هستی، پس باید قیمت‌های حرفه‌ای تر هم بدی. قیمت‌های پایین، مشتری که قیمت پایین میخوان رو بذار برن سمت اون طراح سایتی که تازه کار هستن و تازه شروع کردن. شما قیمت‌های بالاتر بگیر، وقت بیشتری بذار، پروژه‌های کمتری بگیر، در ازاش خب سودت بیشتره دیگه، چون داری به ازای هر پروژه هزینه بیشتری میگیری. اینجوری میتونی پروژه‌های حرفه‌ای‌تری تحویل بدی، یه پورتفولیوی قوی برای خودت می‌سازی. اینه که بهت کمک میکنه درآمدتو بیشتر کنی، بیشتر رشد بکنی و زمانت برات ارزشمند باشه. اگه دیدی یکی از این 4 تا گزینه که گفتم رو داری، باید اصلاحش کنی، بهتر اصلاحش کنی. ببین اگه اصلاح نکنی میتونی ادامه بدی، ولی 1-2 سال که گذشت یا خسته میشی از کار کردن، یا به اون درآمدی که میخوای نمیرسی، در نهایت بازم خسته میشی از کار کردن. پس این 4 تا مورد رعایت کن، حتما حتما پیشنهاد میکنم که توش تجدید نظر.